کربلا. کربلا، مقدس ترین زیارتگاه شیعیان. هر سال میلیون ها نفر اینجا به زیارت می آیند. در خیابان های اطراف حرم دفترهایی است که زوجها برای ازدواج به آنجا می روند. اما یکی از تاریک ترین رازهای عراق همین جاها پنهان است. شنیده بودیم که عده‌ای از روحانیون با سوء استفاده از نفوذشان زمینه ازدواج موقت یا متعه روسپیگری دختران خردسال را فراهم می‌آورند. قرارداد ازدواجی که اعتبارش شاید حتی به کوتاهی یک ساعت باشد. بعضی می‌گویند این کار شاید برای زن و مردهایی که می‌دانند قصدشان چیز مثبت باشد، اما آنها در معرض سوء استفاده هم هستند. به مدت یک سال در اطراف اماکن مقدس عراق مخفیانه تحقیق کردیم. بهتره یک روزه باشه، فقط مواظب باش بکارتش رو از دست نده. میتونی بهش دنس بزنی، کنارش بخوابی، بدن و سینه هاش رو لمس کنی. این نوع ازدواج موقت در عراق غیر قانونی است، اما روحانیونی را پیدا کردیم که حاضرن این کار را انجام بدهند. نه تنها این کار را در مورد دختران خردسال انجام می‌دهند، بلکه با تفسیر و تعبیر قوانین اسلام رابطه جنسی با آنها را هم توجیه می‌کردند. این فیلم‌ها را به یک کارشناس حقوق اسلامی نشان دادیم، قیس تمیمی، که پیشتر خودش روحانی بوده. چیزی که این مرد میگه جرمه و قانون باید مجازاتش کنه. او میگوید همین یکی از دلایلی بوده که او تصمیم به انتقاد علنی از روحانیون گرفته. متوجه شدم که این قوانین زشت و وحشیانه هستن و نمیشه گفت از جانب خدا و یا یک انسان اومده باشن. در تحقیقاتمان از روحانیون شواهدی جمع کردیم که نشان می‌داد مایلن در ازای پول زمینه ساز روابط جنسی با دختران خردسال باشند. در یک مورد به ما گفته شد که قیمت کودکان 800 دلار است. رسول 16 سال دارد، اما تا همین حالا هم به مردان زیادی فروخته شده که حتی شمارشان را هم به یاد نمی‌آورد. پدر و مادر ندارد و باید از خواهر کوچکش نگهداری کند. در 13 سالگی یک روحانی او را به این کار کشاند. این خیلی رایجه. دختران زیادی مثل منن. کوهای حالات مثلی. وقتی دختر این رو شروع میکنه نابود میشه. زندگیش همین روز اول تموم میشه. آدشی منتشر کل شو. بعدی میشه به هذا طریق و راها. دیگه آینده ای نداره. کلش دمارد. تمومه. این روحانی انجام ازدواج موقت را انکار کرد. از این روحانی دیگر هم جوابی نگرفتیم. هر دوشان میگویند از پیروان آیت الله سیستانی هستند، از برترین روحانیون شیعه. یافته های ما را به دفتر او اطلاع دادیم و در جواب این بیانیه را منتشر کردند. اگر این اقدامات اینطور که شما توصیف میکنید اتفاق افتاده باشد، ما آنها را کاملا تقبیح میکنیم. ازدواج موقت برای فروش سکس در صورتی که به عزت و کرامت زنان لطمه بزند جایز نیست. سالها جنگ میلیون ها زن و دختر را آسیب پذیر و بیچاره کرده. تا زمانی که چنین روحانیونی بدون پیگرد به کارشان ادامه بدهند، این زنها همچنان قربانی تجارت جنسی مخفی عراق باقی خواهند ماند. نوال المگافی، بی بی سی نیوز، عراق.